سرخط خبرهای بسیار مهم. متقی تلاش میکنیم تامین حقوق زنان و دختران سبب بروز اختلاف نشود. منابع محلی کوچی های مسلح معلمان و دانش آموزان مکتبی را در بامیان تهدید کردند. تصمیم تازه اسلام آباد، مسافران افغان فقط با پاسپورت و ویزا می توانند وارد کشور شوند. از روزی که همه وحشت داشت فرا رسید. یکی از خواستها در فرمت مسکو از طالبان تامین حقوق زنان و دختران به شمول حق کار و آموزش بود، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگو با بی بی سی این مسئله را یک مسئله داخلی افغانستان می داند و می گوید که برای جلوگیری از اختلاف این مسئله با تأخیر حل خواهد شد. اما اشاره نکرد اختلاف میان چه کسانی و در چه سطحی. امیرخان متقی در این باره گفت هر کشور مشکلات و اولویت های خود را دارد. تلاش ما این است که اقدام ما سبب ایجاد اختلاف نشود. دنبال راه حل معقول هستیم. یک راه پیدا کنیم هرچند با تأخیر باشد اما بی خطر و بی جنجال باشد. در این میان برخی زنان معترض به سیاست ها و محدودیت های سختگیرانه طالبان می گویند طالبان اعتنایی به تامین حقوق زنان و دختران ندارند و نیاز است در چنین نشست های فشارهای عملی بر طالبان اعمال شود. ماریا نوری عضو اتحاد و همبستگی زنان افغانستان می گوید جهان اگر می خواهد که حقوق زنان و دختران افغانستان تامین شود فشارها بر حکومت سرپرست بیشتر شود تا آنها حاضر شوند حقوق زنان و دختران را تامین کنند. منابع محلی کوچی های مسلح معلمان و دانش آموزان مکتبی را در بامیان تهدید کردند. اهالی شمار از روستاهای ولسوالی و رس ولایت بامیان در اعتراض به حضور مسلحان کوچی ها در یک مکتب تهدید معلمان و دانش آموزان و قطع درختان تجمع کردند. به گفته منابع محلی کوچی ها با ادای مالکیت بر زمین مکتب درختان مکتب را قطع کردند. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که از گردهمایی اعتراضی اهالی روستاهای منطقه سراب ورز در اختیار قرار گرفته معترضان مقامهای محلی طالبان را متهم به حمایت از کوچیهای مسلح کرده است. تصمیم تازه اسلام آباد مسافران افغان فقط با پاسپورت و ویزا می توانند وارد پاکستان شوند. حکومت پاکستان تصمیم گرفته که از اول نوامبر 2023 سیستم تگ سندی را در رفت آمد از تمام گذرگاه‌های مرزی با افغانستان اجرا کند. با گزارش روزنامه پاکستانی خراسان بعد از این مسافران افغان تنها با داشتن پاسپورت و ویزا می توانند وارد پاکستان شوند. تصمیم تازه حکومت پاکستان به معنای پایان دوره ای است که مسافران می توانستند با مدارک قدیمی مانند اسناد مورد توافق دوره هند بریتانیایی کارت هویت ملی و تذکره از مرز عبور کنند. تا کنون مقام های پاکستانی به طور رسمی درباره این تصمیم ابراز نظر نکرده است. با این حال روزنامه پاکستانی خراسان به نقل از مقامی که نخواست نامش افشا شود این تصمیم تازه را گزارش داده است. پیامد این تصمیم می تواند تجارت و روابط بین قبایل دو سوی خط مرزی دو کشور موسوم به دیورن را محدود کند و بر وضعیت اقتصادی آنها تأثیر بگذارد. افغانستان در نبود دولت فراگیر به ثبات نمی رسد. تشکیل دولت فراگیر از نیازهای اساسی تامین صلح و ثبات در افغانستان است و بدون حضور فراگیر هم اقوام در ساختار قدرت برقراری صلح در این کشور ممکن نیست. سرگی لاوروف ضمن اینکه در پنجمین دور نشست فرمت مسکو شرکت نکرد با هیئت طالبان به رهبری مولوی امیرخان متقی نیز ملاقات نکرد. در پیام وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه مسئولیت دارند یک راه حل اساسی برای آینده افغانستان پیدا کنند آمده که روسیه آماده است کمک گفتگوهای صلح میان افغانها را تسهیل کند. در بخش دیگر از پیام وزیر خارجه روسیه آمده است که کشورش در هر شرایط مخالف بازگشت زیربناهای نظامی آمریکا و ناتو به خاک افغانستان و کشورهای همسایه است و آن را غیر قابل قبول می‌داند. کشورهای غربی که صدمات جبران ناپذیر به مردم افغانستان وارد کردند باید بار اصلی بازسازی این کشور را پس از جنگ به دوش بکشند. در همین حال زمیر کابلوف در ادامه خواندن پیام وزیر خارجه روسیه گفت طالبان در برابر تهدیدهای موجود در افغانستان از جمله فعالیت داعش خراسان به درستی عمل نکردند و روسیه و کشورهای همسایه از این بابت به صورت جدی نگرانند. شرف رحیمی نماینده تاجیکستان در نشست فرمت مسکو گفت فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان افزایش یافته است و بسیاری از جوانان افغانستان تلاش می‌کنند به این گروه‌ها ملحق شوند.
مخالفت آشکار طالبان با مردم سالاری. ما 20 سال زیر دموکراسی جنگیدیم. یک مقام ارشد طالبان در نشست با بزرگان قومی و ساکنان ولایت پکتیا گفت آنچه رهبران سیاسی پیشین از طالبان میخواهند گفتگو در مورد دموکراسی است، اما این موضوع هرگز برای طالبان پذیرفتنی و حتی قابل بحث نیست. محمد نبی عمری معاون وزیر داخلی طالبان در مراسم معرفی والی جدید طالبان برای پکتیا گفت که رژیم طالبان حاضر نیست در مورد موضوعهای مانند دموکراسی گفتگو کند. او تصریح کرد دموکراسی همان مفهوم شیطانی و ناپاک است که ما طالبان 20 سال با آن جنگیدیم و تا 100 سال دیگر هم می جنگیم. این مقام طالبان در باره این هزارات را مطرح می کند که گفته می شود قرار است شماری از رهبران سیاسی پیشین افغانستان اواسط اکتبر با مقام های طالبان در شهر برلین پایتخت آلمان دیدار و گفتگو داشته باشند. منابع مطلع گفتند که 6 تن از اعضای ارشد طالبان به این نشست دعوت شدند، اما مشخص نیست چه تعداد از آنها شرکت در این نشست را خواهند پذیرفت. معاون وزیر داخلی طالبان در سخنرانی اخیرش تاکید کرد که در حال حاضر در افغانستان امارت اسلامی برقرار و همه چیز در امن و امان است. او اضافه کرد که اگر رهبران سیاسی پیشین میخواهند به افغانستان بازگردند میتوانند بیایند و زیر سایه امارت اسلامی زندگی کنند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست 2021 همواره تاکید کردند که جز شریعت اسلامی و نص سری قرآن هیچ قانون و قاعده دیگر را مبنای حکومتداری قرار نمیدهند. این گروه به صراحت با دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان و مسائل مدنی و مدرن از این دست مخالفت نشان دادند. در تازه ترین مورد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک درباره ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان بحث کرد، اما طالبان اعلام کردند که مجمع عمومی سازمان ملل یک موضوع پیش پا افتاده را در اولویت قرار داده و به موضوعهای مهم نپرداخته است. طالبان مدعیان نظام‌های سیاسی دموکراتیک که بر اساس رأی و اراده مردم بنا شده است مناسب کشورهای اسلامی نیستند و این کشورها باید بر اساس شریعت اسلام و با پیروی از قوانین بدوی دینی اداره شوند. این در حالی است که در 2 سال گذشته کشورهای جهان و سازمان ملل متحد به طور گسترده بر ایجاد حکومت فراگیر و ملی مبتنی بر دموکراسی در افغانستان تاکید کردند. حتی کشورهای همسایه افغانستان مانند ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه هم که روابط نزدیک با طالبان دارند همواره به تشکیل حکومت فراگیر برای حل بحران سیاسی افغانستان تاکید کردند. طالبان مدعیان نظام‌های سیاسی دموکراتیک مناسب کشورهای اسلامی نیستند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشه.